دوستان عزیز، امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. متاسفانه امروز اینجا اشکال اینترنت داشتیم از صبح، بعدم که این برنامه فیسبوک ارتباطش برقرار نمیشه. اجازه بدید از طریق یوتیوب اون سایتمون رو به اصطلاح برای شما بذاریم و شما هم برای دوستان دیگه شیر کنید. نمیدونم والا، هر روز اینجا ما یه مشکلی داریم و دیگه کم کم هم خودمون خسته شدیم، از این طرف پیر شدیم از اون طرف. البته خبر خوب این که در آمریکا انتخابات دیروز انجام شد. اجازه بدید من نوامبر 7 مردم تیوی دات کام، چهارشنبه از 16 آبان، شماره تلفن و تکستمون، اینم ایمیلمون، اینم این که شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اجازه بدید من این ویدیو رو اینجا برای شما بذارم و This video is unavailable. Definitely به قول آمریکایی‌ها یه چیزی یه جایی اشکال داره. کجا؟ بعداً معلوم میشه. اون ماجرایی بود، گفت که انشالله گربه است، یا گفت بخوابید بعداً معلوم میشه، صبح معلوم میشه کی بوده. اینم ماجرای ما است. روی مردم تیوی شیر میکنیم، روی stay on this page، چشم leave this page. حالا میایم اینجا هم شیر میکنیم، روی تلفن هم روشن کنیم ببینیم چی میشه و برنامه رو ادامه میدیم. دیگه بیش از این اینجا ما معطل نمیشیم. این هم از این ماجرا. بله، این همون ماجرایی که وقتی صد جا تقسیم شدی خودت هم نمیدونی کجا هستی، دوستانت هم نمیدونن کجا هستن. وقتا توی ایران میگفتن آدم صد جا هیچ جا، یا آدمایی که همه جا هیچ جا، آدم یه جا همه جا. اینم داستان ما شده. ولی ساعت اولا این آی ووتت رو دیروز وقتی هر کی رأی میداد میزدن اینجا بر یقش. بعد اومدم تو خونه نگاه کردم، گفتم این فلسفه آی ووده چیه؟ من رأی دادم. خب یعنی چی رأی دادی؟ که رأی دادی. حالا ببینید کار تبلیغ، میگه وقتی یه نفر میاد رأی میده بعد میره سر کار، اون همکاراش وقتی میبینن اینو یادشون میفته که اونام باید برن رأی بدن. یا به اصطلاح تو خیابون مردم میبینن این رأی داده، یادشون میفته که امروز روز رای دادن هست. حالا دیگه پس هیچ لزومی نداره، ما برش میداریم و میزنیمش اینجا. I voted، من رای دادم. دیروز در آمریکا انتخابات میان دوره‌ای بود، چندین فرماندار، بعد نمایندگان مجلس و نمایندگان مجلس سنا و اینها انتخاب شدن. خبر خوب این که مجلس به اصطلاح شورای ملیشون شد دموکرات، نه که همه دموکرات، تعداد دموکرات ها اکثریت رو به دست آوردن. حالا باید صبر کنیم تا ژانویه که اینا میرن قسم میخورن و مجلس جدید را میفته، ببینیم که چی میشه. قراره که آقای، میبینید تصویر منم اصلا واضح نیست، این تصویرم یک کمی اینجوری به اصطلاح هی فلیرت میکنه اینجوری، درصد یه اشکالی هست که باید برطرف بشه. الان وقت برطرف کردن اشکال نیست. ببینیم که این دوستمون چی میگه. میگه sounds good. خب متاسفانه تصویر و اینها اونجوری که من دلم میخواد نیست، ولی عیب نداره. بعض وقتا وقتی یه چیزی یکم خراب میشه اون وقت قدر خوبی ها رو میدونیم. سعی میکنم ساعت 2:30 با خانم دکتر زنوسی چند دقیقه صحبت کنم. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با اون دوستمون از خلیج فارس برنامه گفتار عقل بشر شماره یا 75 برنامه رو دیروز ایشون لطف کرده فرستاده، ما هم برای شما پخش میکنیم. دوستان شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، به صورت آدیو، به صورت زنده، به صورت از قبل ضبط شده و الی آخر. ببینیم آقای شبستری معمولا به ما میگه که
اوضاع و احوال ما چگونه است. حالا امروز میگم وقتی می نویسه فیسبوک اجازه نمیده لایف پخش کنی، شاید حسودی شده، چون امروز صبح رفتم دستگاه اینستاگرام آوردم و اینستاگرام روشن کردم، دیدم ای بابا حالا دیگه اونم باید یه تلفن دیگه بذارم اینجا، چون اون فقط از تلفن پخش میکنه، روی کامپیوتر و اینها نیست، حتی روی آیپد هم نذاشته، نمیدونم چرا، لابد اینستاگرام گفته آقا من حوصله اینایی که یه چیز بزرگ میگیرن دستشون ندارم، همه تلفن عکس میفرستن ترق ترق، دوربین ویدیو میفرستن ترق ترق. و اما اگر خواستید از طریق تلفن برنامه رو گوش کنید، شماره تلفن ما هست 605-475-5883، بذارید اینجا براتون بنویسم و اینو اونایی که استفاده میکنن یه جایی یادداشت کنن داشته باشن برای روز مبادا. اون وقت هم میگفتن اینو نگه دارید برای روز مبادا، اسمش هم میذاریم call to listen یا call to listen، یعنی زنگ بزنید تا بتونید گوش بدید، زنگ بزنید و گوش کنید. 605، ببخشید من این کارها رو باید قبلا انجام میدادم، این برنامه که اون یکی روشن نشد مال فیسبوک یک کمی ما رو اذیت کرد، 5883، اینم ایریا کدش مال آمریکا هست، اینم براتون روشن کنم، این شماره 605-475-5883. یه جایی هستید که به اصطلاح دیتا مشکل دارید و تلفنتون مجانی اینها، از اون استفاده کنید. و اما امروز یک نوشته زیبایی، بالاخره به همه دوستان تبریک میگم، چه ریپابلیک چه، چون ریپابلیکن ها اکثریت توی مجلس دارن، اینجوری بهتر توازن یا تعادل حکومت رعایت میشه. اونی که اون موقع این مردی که شالاتان ترامپ یاقی شده بود، مجلس دستش بود، سنا دستش بود، سوپریم کور دستشه و کاخ سفید هم که دستشه، هیچی دیگه. خب آقا اسم خودتو بذار پادشاه، اسم خودتو بذار آخوند، اسم خودتو بذار دیکتاتور یا علی مدد، بماند. بریم سراغ این نوشته ها دیگه، فعلا شور و هیجان و دیوانگی انتخابات رو کنار بذاریم، تا فکر کنم 20 ژانویه باید اینها برن و سوگند یاد کنن، که مثل آرزا که سوگند یاد کرد، اینا هم میشن نمایندگان مجلس. و اما امروز یه نوشته به دست من رسید، خیلی جالب بود. نوشته بود فروشنده ابزار فروشی کارش را گذاشت کنار و با حوصله دستگیره شکسته ای که پیرزن آورده بود را درست کرد. خب خدا پدر مادرش بیامرزه، عکس هم گذاشته بود ولی اینجا عکس نشون نمیده. بعض وقتا دیدید عکس توی سیستم کار میکنه، تو سیستم اینوری میگه فرمتش غلط اینها. بعد نشته عکس از گروه فرهنگسازان ایران، بعد میگه که مسافره ولی دیده که میتونه کمک کنه میدوزه و کمک میکنه. یک خانمی سوار اتوبوس یا مینیبوس شده، دیده این صندلیش پاره است و چرخ خیاطی، سوزن و نخ خیاطی با خودش داشته تو کیفش، بعضی وقتا اون خانم ها داشته، اینا در آورده و نشسته اون صندلی رو تعمیر میکنه. بعد میگه که به همدیگه بگیم که همدیگه رو کمک کنیم. اگه یه فرد یا خانواده درگیره یا فقیر میشناسید، حتی اگر بتونید هفته یک بار بهش سر بزنید، به همه اونهایی که میدونن امید و دلگرمی میدونن، امید و دلگرمی میده. خدا پدرت بیامرز، مادرت بیامرز. بعضی وقتا آدم وقت نمیکنه هفته یه بار به مادر خودش زنگ بزنه، حالا هفته یه بار بره به دیگران سر بزنه. امیدواریم افرادی باشن که این کار رو انجام بده. بله، میگه به هر کی میشناسید و هر جای شهرستان و شهر و روستایی که هستید، این رو تبلیغ کنید. توانایی های شهر و استان خودتون رو توانایی این پولدار مولدارای شهر و استان خودتون رو شناسایی کنید. اگه بتونید ما یک بار از همشون کمک درخواست کنید و اون کمک رو به افراد نیازمند برسونید. مهمه برای توانایی که میشناسید، عکس و داستان نیازمندها، عکس و داستان خرابیها و کمبودها را ببرید. کمک کردن میشه از یک پاکت
خوراک خریدن و هفته یک بار به خانواده ای دادن باشه تا یک کسی را همراه کردن به یک اداره یا با خانواده نیازمند تماس گرفتن تا با جوون ناامیدی یه نصف روز به پارک و تفریح رفتن تا بچه ای رو هفته ای 2 ساعت درس دادن یا با خانواده کامیوندار و کارگر اعتصابی تماس گرفتن و بهش یواشکی پول و کمک رسوندن. کارهای گرونتر مثل کرایه خونه یکی رو پرداخت کردن یا ماشین کسی رو تعمیر کردن یا کسی رو سر کار موقت گذاشتن یا به کاسب کوچک قرض کم بهره دادن که دکان یا کارگاهش رو نبنده یا از راه دور یا نزدیک می توانید کمک کنید. راهش رو خودتون پیدا کنید که درگیر کمک کردن بشید. این درگیر رو استفاده نکنید بهتره. معنی زندگی رو با معنی مسئولیت فردی روی هم بذارید و همه این کارها امید و همبستگی در بطن کشورمون به وجود میاره و ما رو به یاد یکی از نمودهای عزیز ایرانی بودنمون میاندازه. امیدواریم که مؤثر باشه. یه دوستی اون روز بعد از این که من گفتم با غلام ترشیزی و یه چند تا از این ملیجکاش جربست داشتیم رو اینترنت و توضیح دادم که آقا ما هنوز تفاوت خبرنگار، ژورنالیست، مجری برنامه، تیوی هوست، پرودوسر، تهیه کننده اینا رو نمیدونیم، این زنگ زد و گفت که آقا من سوالی رو که سالها داشتم شما اینجوری برای من خیلی ساده توضیح دادید و تشکر کرد، گفت براتون یک مقداری هم حمایت ارسال میکنیم. ما خیلی ها هستن که قول میدن آقا من حمایت میکنم ماهی 20 دلار فلان، بعد یادشون میره. خب احتمالاً یه چیزای لازمتر و واجبتر از ما پیدا میشه. امیدوارم کمک کردنشون فراموش نشه. امیدوارم به یک کسی از ما واجبتر، از تلویزیون مردم لازمتر کمک کنه. بمانه این دوستمون گفت آقا من همش تعجب میکردم که خب تو ایران ما خبرنگار داشتیم، ما مجری برنامه داشتیم و اولا تهیه کننده ها رو هیچ کس نمیشناخت. مثل گروه های موسیقی دیدید فقط خواننده رو میشناسیم، مثل فیلم که میرین دیدیم فقط هنرپیشه اول دومش ماکسیموم یادمونه، دیگه کارگردان، تهیه کننده، نمیدونم فیلم بردار اینا رو نمیشناسیم. گفت اینم همین جوریه و گفت که این توضیحی که شما دادید من الان فهمیدم و چی میگن این توضیحی که دادید مشکل من حل شد، چون اونها استخدام یه نفر بودن و همشون حقیقتا اینجا میگن ماوت پیس، یعنی به عنوان دهان اجاره‌ای طرف کار میکنن. دیروز یه نفر برای من نوشته بود آقای سربی ما میخواهیم کودتای سجده یا سجده رو را بندازیم، شما تبلیغ کنید برای ما تا بعد ما هزینه شما رو پرداخت کنیم. گفتم بنده نه سخنگوی شما هستم. اون وقت آقا دلاور پارسی شما که رفتی قایم شدی، شما که اسم قلابی گذاشتی، آخه به کی میخوای بگی بیان کودتا کنن؟ اونم اسم کودتای سجده. آخه خجالت هم چیز خوبیه، قباحت هم چیز خوبیه. باز یه بار دیگه دوستان من این خبرنگار و مجری برنامه و اینها رو توضیح میدم. خبرنگار رو شما میبینید وایس آف آمریکا رفتید عید نوروز، 2 نفر میان، 3 نفر میان، یکی میکروفون دستشه، یکی دوربین دستشه، یکی هم با مردم مصاحبه میکنه، یکی هم فیلم میگیره. اوکی؟ اینا خبرنگار میرن اونجا خبری رو میان برای شما منتشر میکنن به شما. ولی یه نفر میشینه مثل آقای فلاحتی یا دیگران، اینا مجری برنامه هستن، حالا تهیه کنندش من نمیدونم کی. اینا میان یه بحثی رو، بحث روز رو باز میکنن، بعد مهمونی میاره یا کسی تلفن میزنه، ضمن این که نظرات اونها رو جویا میشه و به شما منتقل میکنه از طریق این برنامه، نظرات خودش رو هم میگه. خب این حق هم هست که نظرشون رو بگن. شما هم مثل یک دسته گل، مثل یک انسان پیشرفته، بیا قشنگ نظرتو بگو.
ما که از صبح تا شب که این تلویزیون رو روشن میکنیم به شما میگیم آقا خانم شما بیا حرف بزن که ما اینجا تنها نباشیم. خیلی خوشحالم دو سه نفر از دوستان میان به زودی اینجا صحبت میکنن و از دوستمون مجید ممنونم، متشکرم. من مجید رو سالها میشناسم، اینجا وقتی که اون دکتری بود طرفدار آقای رضا پهلوی بود اومد توی کانون و هی صحبت کرد که این رضا پهلوی باید شاه بشه چون پدرش هم شاه بوده. الان هم یادم نیست یه دکتری بود که آقای اون همایون وقتی میومد میرفت خونه این عبدالعلی همایون که سرکار استوار بود، داریوش همایون، دکتر اکمل یادمه. این مجید آقا رو من از اونجا بیشتر باش آشنا شدم. خب میدیدم تو کانون سلام علیک و این بلند شد گفت که آقا پدر من آفتاب دوز بوده پس منم آفتاب دوزدم و باید آفتاب دوزی انجام بدم. من از اون موقع این آقا مجید رو شناختم و تماس گرفت گفت دوستان ما هم مایل هستن برنامه داشت روشن. گفتم اینجا همه خوش آمدن و منتظر هستیم. در اصل دوستان این مجری های تلویزیون حق دارن نظرشون رو بگن. اشتباهی رو که آقای ترشیزی فکر نمی کنم اشتباه کنه، فکر کنم عمدن این دروغ رو اینجوری راه میندازه که ماها باید مثل مجسمه، به قول شیرازی ها مثل اولولک سر لته، اولولک سر لته یعنی مترسک سر مزرعه. وقتا این زمین های کشاورزی و مزرعه و اینا رو میگفتن لته، لته مثلا اینجا طالبیه، و می گفت به اون کسی که مترسک بود میگفتن، به اون چیزی که درست کرده بودن میگفتن اولولک. اینجا همین مترسک چی بهش میگن؟ اینجا بهش میگن سکرکرو، چیزی که کلاغ رو میترسونه. کم مدود بگم بوگیمن میشه لولو. خب ادامه دوستان عزیز، بریم یه چند تا از این نوشته ها رو بخونیم و ببینیم چی میشه. میگه که سه بعد از ظهر، نه هنوز سه نشده، چشم سه بشه ما هم اون نوار صحبت های ایشون رو پخش میکنیم. آیا مجلس دموکرات ها میتواند سیاست آمریکا در قبال ایران و عربستان را تغییر دهد؟ بریم با هم این رو بخونیم که ایرونیوز یا یورونیوز فرستاده. خب ببینیم که چی میگن. سلکت ایریا اینجا، بله اینم برای شما، کپچر سه یا کامرای سه، بله. خب عکس واشنگتن رو گذاشته، یک رنگین کمان هم گذاشته بغلش، امیدواریم این رنگین کمان باشه. میگه با مشخص شدن نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و اکثریت یافتن دموکرات ها در مجلس نمایندگان، گمان زنی ها پیرامون میزان تأثیر این نهاد بر سیاست خارجی آمریکا شدت یافته است. به گزارش رویترز، دموکرات ها از اکثریت تازه به دست آمده خود بر مجلس نمایندگان استفاده خواهند کرد تا سیاست خارجی دونالد ترامپ را دستخوش تحولاتی کنند. با این حال الیوت آنجل که در دوره جدید به ریاست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان خواهد رسید، گفته است که درباره ایران دموکرات ها نمی توانند تغییر خاص در وضعیت فعلی صورت بدهند. هرچند دموکرات ها حائز اکثریت مجلس نمایندگان شدند، با این حال قدرت آنها محدود است. چرا؟ که برای تصویب نهایی طرحهای خود نیاز به تایید نهایی سنا دارند که تحت تسلط جمهوری خواهان است. از طرف دیگر هرچند دموکرات ها از خروج آمریکا از برجام ناراضی هستند، با این حال تا زمانی که جمهوری خواهان کاخ سفید را در دست دارند، آنها تغییر چندانی نمی توانند در سیاست خارجی ایجاد کنند. اینجا میگه این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که دموکرات ها محافظ محتاط هستند تا در منظرها دوست ایران جلوه نکنند، به خصوص که پای رابطه خصمانه
اسرائیل با تهران نیز در میان است. در حالی که بنجامین یا اینجا نوشتن بنیامین نتانیاهو بیش از بیش با جمهوری خواهان از نزدیک کار کرده است، روابط قدرتمند با اسرائیل اولویت هر دو حزب باقی مانده است. خب میگه یعنی هر دوتاشون میخوان یه کارای انجام بدن، ولی میخوان به اصطلاح اون صورت چیزم حفظ بشه، ظاهر حفظ بشه که بله ما داریم اینجوری میکنیم و اذیت میکنیم به حکومت و اینها. حکومت ایران هم به مردم آقای روحانی گفته که ما الان در شرایط جنگ هستیم و من بارها بهتون گفتم در شرایط جنگ بودن و اینها همیشه به نفع آخوندها بوده، چون اینها میگن حالا که جنگ حرف نزن، حالا که جنگ این کارو نکن و مردم رو بسیج میکنن در جهت خواسته های خودشون. و خیلی متاسفم که یه عده طرفدار پادشاهی اینجا دست به دامن ریپابلیکن ها و ترامپ شدن که تو رو خدا بیا جنگ را بنداز، بلکه آقا رضای بیحال ما بلنش بره ایران. آقا رضای گفت من نه پول میدم نه ایران برو هستم، ولش کنید بیچارا، برید یه نفر دیگر پیدا کنید. خب آقای آریان پور برای یه نفر آقای دکتر داورپناه که نوشته بوده به اصطلاح جمهوری یا مشروطه پادشاهی، نوشته آقای دکتر داورپناه با عرض سلام، نوع حکومت مطرح نیست، محتوای آن و اعتقاد به اصول آن و اجرای صحیح اصول آن توسط مسئولان و شهروندان مطرح است. ارادتمند هوشنگ آریان پور. آقای آریان پور صحبتایی که انجام میدن منطقیه، باید یه مقداری در موردش فکر کنید و ببینید که خب ما حکومت پادشاهی داشتیم، حالا به اصطلاح حکومت جمهوری داریم، هیچ فرقی نکرد. اون موقع یه نفر تصمیم میگرفته، حالا یه نفر تصمیم میگیره. بدبختی اینجا که حکومت آمریکا هم که بهترین دموکراسی دنیا بوده، اینم به این روز افتاده که امروز یه آدم 73 ساله شالاتانی که ذاتش بده، این ترامپ کلن بد ذات. و اما خبر خوب، آقای امیر حسین لادن جمعه با ما خواهند بود ساعت 3 بعد از ظهر. اگر سوالی دارید، نظری دارید درباره برنامه های قبلی ایشون یا برنامه های آینده، بپرسید یا با خودشون مستقیما از طریق فیسبوکشون، از طریق وبسایتشون اندیشکده.net یا از طریق تلفن و ایمیل و فیسبوک تلویزیون مردم. و اما گزیده خبرهای روز که یورو نیوز برای شما انتخاب کرده است، هشدار ترکیه. من سرتیتر خبرها رو میخونم چون میدونم شماها خیلیاتون دسترسیتون با این خبرها و اینها زودتر از ما و سریعتر از ما میتونید بخونید، ولی برای اونایی که احتمالا تا الان ندیدن نخوندن، ما اینو میگیم که اگر خبری مورد علاقه شون واقع شد، اون وقت برن و به اصطلاح پیدا کنن و بخونن. ما معمولا تا اونجایی که مرجع خبرها رو بدونیم اعلام میکنیم، خبر دزدی نمیکنیم از اینو، چون ما خبرنگار اینجا نداریم، هر کسی یه چیزی گفته اون زحمت خبرنگاریشو کشیده. این الان مال یورو نیوزه. هشدار ترکیه به آمریکا، تحریم های ایران خطرناک و ناعادلانه است. وقتی ما درخواست معافیت از تحریم ها را با ایالات متحده در میان میگذاشتیم، به آنها با صراحت گفتیم که در تنگنا قرار دادن ایران کاری عاقلانه نیست. حالا ببینیم آقای ترامپ به حرف دیگران گوش میده یا همون نادان بازی خودش رو ادامه میده. رجب طیب اردوغان گفت ترکیه از تحریم های آمریکا علیه ایران پیروی نخواهد کرد. خب بفهم، پس فعلا اون جنسای ترکی و اون ماجراهای معامله با ترکیه برقراره. حالا تحریم های نفتی ایران، شرایط آمریکا برای معافیت چین و ژاپن چیست؟
برید بخونید. فکر کنم گفته بود چین 30% فقط میتونه نفت بخره از ایران. توقف پخش تبلیغ انتخاباتی نژاد پرستانه ترامپ درباره مهاجرین. میگن در تاریخ آمریکا از زمانی که رادیو تلویزیون آمده و این کارهای انتخاباتی رو انجام میده، برای اولین باره که وایت هاوس یا کاخ سفید چنان ناجوان مردانه، چنان به اصطلاح بدذات بازی، چنان هر چیزی که بگید در آورده که یه آگهی درست کرده که CNN قبول نکرد. فاکس هم که داشت نشون میداد، مردم انقدر به زنگ زدن که آقا این نجات پرستانن، این دروغ محضه. و یه خانمی هست الان اسمش یادم نیست، از حالا شده مسئول تبلیغات سال 2020 ترامپ. اینو آورده بود اون آقا باهاش صحبت میکرد، میگو خب اندرسون کوپر باهاش صحبت میکرد، میگو خب این تبلیغی که شما درست کردید دروغه. هی میگو وضع اقتصاد خوبه ها، میگو خانم من تو رو آوردم اینجا که نقل تبلیغ بگی، این تبلیغه صحبت کنیم، تو اونو داری میگی. در صورت پخش تبلیغ انتخاباتی نجات پرستانه ترامپ در باره مهاجرین. این برای اونایی که فکر میکنن ترامپ نجات پرست نیست. ترامپ نجات پرست بوده، هست، تا روزی هم که بخواد بمیره همین شارلاتانی که شما میبینید باقی خواهد مرد. حتی وکیلش آمد و گفت که این چندین بار قبلا هم که صحبت از سیاه‌پوستا و خارجی‌ها و اینها شده، حرفای نجات پرستانه زده. مثلا گفته بوده که این سیاه‌پوستا استوپید هستن. استوپید یعنی نادان، کمدان، حالا هر جوری که شما ترجمهش کنین. نشست سالانه اینو اون روز خوندم، امنیت جهانی زیر سایه درگیری ها و چالش های سیاسی، چاوشوغلو گفته نمیشود 15 نفر برای قتل از عربستان به ترکیه بیایند و دستور نداشته باشند. و اما نتایج تازه ترین نظرسنجی، 54% بریتانیایی ها به برکسیت نه گفتن. اینم بعد از اینکه انگلستان گفت ما میخواییم از اتحادیه اروپا بریم بیرون و گفتن بله و اینها، حالا تازه میگه که این اونا دارن تدارک میبینن که از اینجا برن بیرون، که توش هم موندن کار مشکلیه. اینجا میگه که اینا گفتن اصلا این کار بی خود و بی جهتی بوده. بذارید من با خانم دکتر نسترن زنوسی تماس بگیرم و ایشون امروز یک نوشته ای رو گذاشته بود اینجا، خیلی جالب بود. گاهی وقتی ما از این نوشته ها اگر برامون بیاد خودمون رو به اصطلاح به خودمون بیاره و فکر کنیم، انسان بشیم، انسان تر بشیم. نوشته: حقیقت تلخی که در واقع همه ما فقط در حال حاضر در یونیورس فقط مورد آزمایش هستیم. با دستهای پر از لطف و محبتتان پول گل، شکلات و هدایای زیاد کریسمس را نگه دارید که هزینه شیر و خشک بچه‌ای و برنج روغن برای 3 ماه یک خانواده می شود. با دستان خود خودتان به یک مستحق واقعی در ایران بدهید. هزینه یک گل یا شکلات به دوستان مساوی است با 3 ماه غذای یک خانواده ایرانی و فقیر ایرانی. و این هم از این ماجرا. من بهشون گفتم که اگر مایل باشید ساعت 2:30 با هم یه صحبتی داشته باشیم، ایشون هم قبول کرد، چون من باور دارم که ما باید هر روز صدای At the tone, please record your message. When you finish recording, you may hang up or press 1 for more options. خانم زنوسی سلام، سربی هستم از تلویزیون مردم. قرار گذاشته بودیم ساعت 2:30 با هم صحبتی داشته باشیم. به نظر میاد که شما مشغول هستید، یا اینکه تلفنتون یا خاموشه یا باتریش تموم شده، چون مستقیم رفت روی پیامگیر. حالا میذاریم جمعه با هم صحبت میکنیم. و من اون نوشته شما رو برای بینندگان خوندم که چقدر قشنگ و زیبا و گفته بودید زیادی
هدیه زیادی، گل زیادی برای کریسمس و برای جشنهایی که میاد، اونو خرج خانواده فقیر در ایران برای شیر خشک بچه ها، برای برنج و روغن خانواده ها. من به نوبه خودم از شما ممنونم. دوستان اگر مایل باشید کمک کنید مستقیما، اگر کسی رو دارید خب مستقیما در ایران خودتون، اگر کسی رو ندارید و دوره دنبال یک شخص مورد اطمینان میگردید، خانم نسترن زنوسی به همراه همسرشون که ایشون هم دکتر هستن، با شماره تلفن 202-580-9137 میتونن این کار رو برای شما انجام بدن. اینها هم تقاضای ماهی 1000 دلار و ماهی 100 دلار و اینها نکردن، میگن با 10 دلار میشه برای مدت زیادی این خانواده های فقیر رو اقلا یه برنج روغن داد و در زمستان گرم نگه داشت. ممنون از ایشون. پس سعی میکنیم جمعه باشون صحبت کنیم. خدا نگهدار تا جمعه. خب دوستان عزیز، این اشکالا بعضی وقتا پیش میاد، مثلا با طرف تماس میگیرید و قرار میذارید، ایشون هم میگه بله، بعد اصلا یک، چون مخصوصا اینا توی بیمارستان کار میکنن، ممکنه یه امرجنسی چیزی پیش اومده باشه. امرجنسی یا چی میگیم، یه حالت اضطراری یا حالت سریع، و اون واجبتر و لازمتره تا صحبت با من و شما. ولی اون چه مسلمه این هست، آیا میدانستید با 10 دلار میتونید یک خانواده فقیر ایرانی رو کمک کنید؟ هر چی دلتون میخواد توی فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام از صبح تا شب به آخونده فوش بدید، به آقازاده هایی که دزدی میکنن فوش بدید. ما اون قسمت رو کاری به شما نده، ما میگیم اون قسمتی که شما میری 10 دلار، 5 دلار، 7 دلار میدی، یک کافی میخوری یا یک آبجو میخوری، یادت به اونایی هم باشه، فامیلای خودتون، بالاخره هموطنا در ایران گرسنه هستن. و شما درست میگی، همین آخوندهای پدر سوخته نمیذارن اونا به اصطلاح به حقشون برسن. خب اونا که نمیذارن به حقشون برسن، شما هم کمک نمیکنی؟ نکن. ما که نمیتونیم دست پاتون رو ببندیم به زور بگیم کمک کنید. تازه باید دست و پا باز باشه، آزاد باشین، دستتون بره تو جیبتون و کمک کنید. اینم از این ماجرا. برگردیم به اون به اصطلاح نوشته ها و اینها. هشدار ترکیه رو خوندیم و از موقعی که ترامپ اومده این اختلافات بین مردم و اینها یعنی بیشتر علنی شده، همیشه بوده ولی اینجا یه حالت شرم و حیا، یه حالت از قانون ترسیدن و اینها وجود داشت. این آدم بدذات شالاتان که اومد این رو از بین برد. و الان بله بذارید من اینو بهتون نشون بدم. این یه آقای دکتری هست که مثل که متخصص قلبه و یک نفر خارجی همراه فامیلش رفتن که این معاینه‌شون کنه. اونجا به اینا میگه که شما باید انگلیسی یاد بگیرید. حالا از خود این سوال کن، شما که دکتر این مملکت هستید چند زبان بلدید؟ معمولا کسایی که به دیگران میگن شما باید زبان اینجا رو یاد بگیرید، یک زبان بیشتر بلد نیستن، یک زبان. و الا کسی اگر بره 2 تا زبان، 3 تا زبان، 4 تا زبان رو یاد بگیره، هم میفهمه که چقدر مشکله، هم با اونا احساس همدردی میکنه و وقتی اونا میان سعی میکنه باهاشون به هر زبان علم الاشاره، به هر زبان دیگهی که شده ارتباط برقرار کنه. نه مثل این پیر خرفت نادان که بیاین با هم ببینید که به بیمار به میگه که کاردیولوژیست lashes out یعنی پرخاش کردن at Spanish speaking patient، و این نمیدونه که احمق، این مملکت اگر شما ادامش بدی همه اینایی که اینجا هستن، آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و اینا، اصلشون این لاتینا هستن. بالا اصلش یا باید سرخپوست باشه، شما با بتونید به زبان نیتیو بومیان اینجا صحبت کنید، یا به زبان این اسپانیشا
شما بودید که از اروپا آمدید اینجا دارید انگلیسی حرف میزنید. حالا بریم با هم ببینیم و برگردیم. یک لحظه. بله، میگه طرف مادرش آورده بوده. بعد پارسل گارج این سان بلوز کالیفرنیا وری کال استاف. بله، میگه که اون بهش گفته که این باید انگلیسی حرف بزنه. اونم گفته خب مثلا من حالا همراهشم دیگه. As soon as the doctor walked in the room, she asked him if he spoke Spanish. About speaking Spanish or being in this country or not knowing his language. خلاصه ویدیو، بله، این درگیری میشه و اونا هم ضبط کردن. حالا یکی از همین چیزای نادانیش و برمیگرده احتمالاً به این کهولت سن همینه که این نمیدونه کسی که میاد توی این سن و سال یک کشور دیگه براش مشکله، مخصوصا کسی که دخترش اینجا بوده و اونا بعدن آمدن. این مسائل از موقعی که ترامپ آمده به شدت زیاد شده و نمایان شده. یعنی مثل این میمونه که یه آشغالی زیر یه فرشی هست، این فرش کنار زده شده، فرش توسط این ترامپ کنار زده شده. حالا خوبه یا بده؟ گاهی وقتا خوبه، چون نتیجهش این میشه. انتخابات دیروز دو تا زن مسلمان انتخاب شدن. یه آقایی که همجنسگرا هست انتخاب شده به عنوان فرماندار. یک زنی که بعد از این همه سال، بعد از 200 خورده سال که آمریکا هست، یک زن بومی که ماها بهشون میگیم سرخپوست چون اینا به اشتباه میگفتن رد سکین و اینا، یک زن بومی انتخاب شده و بیش از همیشه معلمین انتخاب شده. اگه اشتباه نکنم 50 تا معلم بود توی آمریکا که طرف گفت آقا ما هر چی میشینیم ما داریم به جامعه درس میدیم، ولی میبینیم این درس هایی که میدیم اجرا نمیشه. مساوات، برابری، مهربانی، قانوندونی، اینا درس میدیم اجرا نمیشه. گفت حالا خودمون میام تو صحنه و آمدن. ولی برید ببینید چند تا معلم انتخاب شده. بعضی وقتا اون شعری که میگن درم از این خرابی ها بود خوش، خرابی تا بدانجا کاباد میگردد، اینه. و دیشب ترامپ رو مسخره میکردن، گفتن این نادان نمیگه من انقدر بد بودم که حالا که اومدم اونیم که بی تفاوت بوده به خاطر من داره میاد رأی میده. میگه ببینید من چیکار کردم، انتخابات میان دوره ای معمولا کسی نمیمد اینجا، ولی الان همه دارن میان. دیروز بعضی جاها توی این جاهای رأیگیری، این به اصطلاح کاغذای رأیگیری کم اومده بود. بعد طرف میگه آقا من اینجا مثلا 2000 تا آوردم، موقعی که رئیس جمهور انتخاب میشده اینجا 2000 تا هم استفاده نکردم، حالا 2000 تا رو استفاده کردن باز رفتیم آوردیم. بعد گفت این ترامپ که افتخار میکنه مثل این میمونه که شما یه پسری مثلا توی استخ، ببخشید اینو میگم، رفته باشه کارخرابی کرده باشه، بعد که مردم میبینن در برن از استخ، بعد افتخار کنه بگه نگاه کنید من باعث شدم اینها موف کنن، من باعث شدم اینها به حرکت بیفتن. بله همه میدونن با این خرابکاری که تو استخ تو انجام دادی باعث شدی مردم از آب بیان بیرون وایستن تا حالا تمیز کنن و اینجا بعض وقتا بچه ها رو میارن تو استخ. بچه ها نه، بعض وقتا بزرگا هم رفته مشروب خورده یا چی کرده استفراغ میکنه تو استخ، یا پوپ به قول خودشون کار چی به اون یکی دیگه چی میگیم، یک ادراره، اون یکی مدفوع، ولی نمیگیم که مدفوع کرد، چی میگیم بهش. در هر صورت اینم ماجرای انتخابات و دوباره همین نمودار شدن این تبعیض، اونایی که نژاد پرست هستن نمودار شدن، اونایی که فکر میکنن فقط خودشون باید تو آمریکا باشن دیگر، یعنی مخالفت با خارجی ها و الی آخر. یعنی به یک نوعی آمریکا رو، این که میگفت Make America Great Again،
یعنی آمریکا رو دوباره برسونیم به جای خوب. منظورش از خوب این جای بدی بودی که الان رسیدیم. بله وضع اقتصادی خوبه، ولی وضع اقتصادی که تو 2 سال نشده غلطی نکردی که درست بشه. اینا دنباله اون 8 سالی بوده که از زمان جورج بوش وقتی وضع اقتصاد بد شد 2008 تا 2016 دوره اوباما همینجوری اومده بالا داره ادامه پیدا میکنه. ولی چه کار کردی؟ کدوم کارخونه معظم رو ساختی؟ هارلی دیویدسون که بهش اینقدر افتخار میکردی از اینجا رفت. فورد مثل که چیزاشو برد گوه آقایی اصلا دیوونه است. این چیزایی که میگه با این کارهایی که قرار ما انجام بدیم در نمیاد. خب ساعتم 2:42 است و اما دوباره همون ماجراهای مراسم 7 آبان. متن گفتگوی رادیو فردا سیامک دهقانپور با کوروش زعیم. آقای دهقانپور در رادیو فردا، میدونید که رادیو فردا با این تلویزیون ایران فردا فرق میکنه. رادیو فردا اگه اشتباه نکنم از پراگ پخش میشه، یه جورایی در رابطه با همون صدای آمریکا بود، چون خسرو و رنجبرم رفت اونجا. یه بارم به من گفت آقا اگه میخوای اینجا کار هست ولی حقوقش خیلی کمه، چون حقوق رو به نرخ پراگ میدن. گفتم نه قربان، بنده که نمیتونم آمریکا زندگی کنم ولی حقوق پراگ رو بگیرم. حالا تازه بعضیا آمریکا زندگی میکنن، میرن مثلا افغانستان، اینجا حقوقشون 60,000 دلار هم نیست، اونجا 200,000 دلار 300,000 دلار میگیرن. من از اینجا بلند شدم بیام پراگ، بعد حقوق پراگ مال چکسلواکی دیگه، نه چک پراگ. بعد خلاصه اونجا هست، گویا آقای سیامک دهقانپور هم رفته اونجا. من نمیدونم، من برنامهشون رو دنبال نکردم. سیامک دهقانپور یک آدم بسیار خوب، یک آدمی که به همه احترام میذاشت و قابل احترام بود، چون خیلی ها به احترام میذارن از راه چالوس، از طریق چاپلوسی و ترس و قابل احترام نیستن، ولی این آدم نه ترس و وحشتی از کسی داشت، خیلی آدم مؤدب و احترام گذاری و قابل احترام. میگه آقای دهقانپور ماموران نیروی انتظامی شیراز روز دوشنبه از تجمع دوستداران ادای احترام به کوروش پادشاه هخامنشی جلوگیری کردند. روز 7 آبان برابر با 29 اکتبر با ورود کوروش به بابل چنین و چنان و فلان. آقای کوروش زعیم توضیح میده امسال هم مثل سالهای گذشته اجازه ندادند. البته سال گذشته در آنجا دیوار کشیده بودند و امسال هم به شدت امنیتی بود و کسی را اجازه ندادن برود تو. فقط یکی از جوانان ما توانست یک تاج گل ببرد و بگذارد روی مزار. من خبری که دارم جمعیت را نگذاشتن بروند تو به هیچ وجه. که من با آقای زعیم اون روز هم نوشتم هم تو برنامه گفتم. آقای زعیم اون همه سال رفتید اونجا چه کار کردید که حالا امسال نگذاشتن بری؟ اون همه سال رفتید اونجا، عکس گرفتید فرستادید، بعد فرداش چی شد؟ هیچ. حالا امسال که نگذاشتن برید فرداش چی شد؟ بازم هیچ. پس هیچ فرقی نمیکنه. اگه امسال که نگذاشته بودن برن، میومدید تو خیابونای اطراف میبستید، آقا برید جاده شیراز تهران رو ببندید، پاسارگاد شما بعد از مردشت و نمیدونم تخت جمشید و زرگون و فلان اینا، این جاده است. حالا درست اون باید بری کنار، دشت مرغاب و اینا باید بری کنار، میتونید که جاده اصلی رو ببندید. این همه جمعیت رو بکشید آقا از مردشت رو ببندید تا اون دشت مرغاب. نیست، دروغ میگید و انقدر به خودتون دروغ گفتید که دیگه باورتون شد. دوستان یه آقای هست یه فیلمی درست کرده بود به نام بورت، اگه یادتون اسمش هست فکر کنم ساشا برون کوهن. اصلیتش خب این حتما کلمی های میدل ایسته ولی تو انگلستان دنیا آمده و بزرگ شده. کاراش خیلی قشنگه، خیلی عجیبه، به بعضی ها بر میخوره. جدیدن دوباره یه چند تا مصاحبه و فیلم و اینا، حتی دیک چینی نخست وزیر یا معاون جورج بوش رو اینجا مسخره کرده بود، حتی یک نماینده مجلس، یک فرماندار و اینا رو مسخره کرده بود که مجبور شدن استعفا بدن. ببخشید اینو میگم.
به طرف میگه که من مأمور اسرائیلی هستم. بعد میگه که شما اگه یه مسلمون بهت حمله کرد، چون این مسلمونا از همجنس گرا شدن خیلی میترسن، شما شلوارتو بکش پایین با کون پتی عقب عقب برو به طرفش، این برای که کونت به نخوره بهش در میره. اون مردکم ببینید حالا چه کسایی تو آمریکا زندگی میکنه، حالا یا نماینده مجلس بود یا نماینده سنا بود، یه کاری بود تو آفیس بالاخره، یا شهردار بود یا یه چیز، تنبونشو میکشه پایین و شروع میکنه به طرف این دویدن. اینم مسخرش میکنه، فیلم میگیره. بعد از 48 ساعت مجبور شد استعفا بده. مردم گفتن آقا تو دیگه چه دیوانه هستی که این اومده توی آفیس اینجوری تو رو مسخره کرده و تو هم اصلا متوجه نشدی و فلان اینا. در هر صورت این آقای دهقانپور خب یه حقوق میگیره کارش رو انجام بده. 7 آبان راجع به این صحبت میکنه، احتمالا 9 آبان راجع به تولد رضا پهلوی صحبت میکنه. ولی اون فعال سیاسی آقای دکتر کوروش زعیم که خود منم یکی دو بار با ایشون مصاحبه کردم، آقا شما جبهه ملی میخواین چه کار کنید؟ بابا هر چیزی یه بازنشستگی هم داره، ببخشید ها هممون نشستامون باز شده، خب بهتر نیست مثل آدم سنگین و رنگین بازنشست بشیم بریم کنار و میدون رو بذاریم برای دیگران؟ البته خب گفتم بهتون دلاور پارسی آمده به من میگه شما فعلا تبلیغات ما رو پخش کن. میگم خب شما تبلیغات رو بفرست تا من پخش کنم، من نمیخوام صدام پخش بشه، صدام شناخته بشه. گفتم پس بگو من نوکر ننتم، نوکر باباتم نه، نوکر ننتم، چون اگه نوکر بابات بودم باید حقوق میگرفتم. نوکر ننت هست که شاید چی بگی آدم به اینا واقعا. خب و اما کلید راه حل در آگاهی است و بس. این سوالی که ما همیشه میپرسیم چه باید کرد، آقای امیر حسین لادن تا حالا چند بار اینو گفتن، گفتن آگاهی آگاهی آگاهی. آمریکایی هم یه ضرب المثلی دارن، یه نوشته خیلی کوتاهی هست که میگه knowledge is power، یعنی دانستن و آگاهی قدرت میاره. خود ما ایرانی هم داریم، توانا بود هر که دانا بود. بله اگر استفاده هم نبری حداقل کلا سرت نمیگذارم. اینو پتیک نوشته. پتیک هم یه آدم 64 ساله یه که تو ایران کار کرده، زحمت کشیده، با وجود که شغلش خوب بوده ولی آدم فعالیه، کار میکنه. اون روز اینجا عکس فرستاده بود که رو پشت بوم بوده، فرداش گفت یا چند ساعت بعد گفت رو پشت بوم، حالا اومدم زیر بوم، زیر زمین. این براش نوشتم آقا شما زیر زمینم که بری، خدای نکرده روزی که فوت کنی، جنازه شما از بعضیا که روی زمین هستن و توی هوا هستن بیشتر کار میکنه، مفیدتر است. چند روز پیش آقای دادرس این نوشته ای رو نوشته بود که بعضی وقتا آدم وقتی این نوشته ها رو میخونه فکر میکنه که کسی که اینو نوشته مثلا 100 تا چیز داره، تانک و توپ و اینها، و اینا آماده شلیک و آماده کار کردن اینا هستن. من گفتم آقا میگم من نمیدونم چرا اینا اینجوری فکر کنن. گفتم شما ازشون بپرسید چه موادی استفاده کردن، چه موادی کشیدن، چه موادی قرصی خوردن. شما اگه اون کارو بکنی همینجوری میشه. و اینا خیلی هاشون فضا میرن، زمین میرن، فلان میرن، ولی وقتی بهش گفتی یه قدم بردار اگه مواد نزده باشه نمیتونه تکون بخوره. اینم از این. خب میگه like a link you shared. بله اینم دوستمون آقای یوسفی. آقای یوسفی اگه صدای منو میشنوی شما، من اون روز درباره این دوستانی که پناهجو هستن وقتی صحبت کردم بارها هم گفتم که برای من مهم نیست، حتی اگر این دوستان بیان و دروغ بگن. بذاریم ما این مانیتور رو خاموش کنیم حالا که فیسبوک وصل نیست. چرا برای من مهم نیست؟ برای که من باور دارم هر کسی هر جای دنیا به هر دلیلی که میخواد باید بتونه بره زندگی کنه. میخواد بره بالای شهر، خب بذاریم بره کار کنه، پول در بیاره، اجاره بالای اونجا رو بده بره بشینه اونجا. میخواد بیاد آمریکا، بذارید بیاد آمریکا کار کنه، بفهمه اینجا تازه قدر ایران رو. یکی از این کمدین‌های آمریکایی
که اهل ایتالیا، یعنی پدر مادرش ایتالیایی بودن آمدن اینجا و اینها، وقتی ازدواج میکنه با اون، با همسرش، به اون خانمه که میگه خب من ایتالیایی هستم و اینها، و میگه چه خوب حالا بیا بریم با هم ایتالیا، تو هم ایتالیا رو ببین. و میگه وقتی رفتم ایتالیا دیدم ما ایتالیایی های اینجا از ایتالیای ایتالیا بیشتر ایتالیایی هستیم و دیگه ایتالیا نمیرم. چون اونجا اینجوری میگه که برای، میگه رستوران که میری دو نوع منیو میارن، برای خارجی که ما باشیم به اصطلاح یه قیمت و یه خوراک دیگه، برای خودشونی ها یا محلی ها یه قیمت و یه خوراک دیگه. بذارید یه چیزی براتون بگم، این آقای حسن اجلالی الان 80 و خورده سالش هست، احتمال 81 سالش هست، سالها پیش یعنی 60 خورده سال پیش وقتی میاد آمریکا در نیویورک درس میخونده، دانشگاه میرفته، بعد میگه ما رفتیم خب رستوران چاینیز که هم لابد چیزایی که میخواسته بخوره به نظر خودش حلال بوده، میگو و اینها، هم این که برنج میدن بالاخره مثل خوراک ایران. بعد میگه اونجا که من رفتم دیدم اینا دو تا منیو دارن، دو تا صورت غذا دارن. بعد ورداشتم آوردم به یکی از همکلاسی های چاینیز، گفتم این چرا این یکی قرمزه که چاینیز نوشته چیه، این چیه؟ گفت این قیمتاش کمتره. گفت ازش خواستم خوراکایی که من بلد میخوام روی این بنویسه، منم بغلش با فارسی نوشتم مثلا این میگو پلوه، پلو با میگوه، این یکی مثلا سبزی و فلان. گفت دفعه دیگه که میرفتم اون منیوی قرمز رو نشون میدادم که به چاینیز نوشته، با شماره بهش میگفتم اینو میخوام، و مثلا اگه اون 4 دلار بوده این 3 دلار بوده، اگه اون 6 دلار بوده این 5 دلار بوده. این آقایی که رفته بود ایتالیا شکایت میکرد که این کار کار درستی نیست، مخصوصا اگه جایی هستید که پولتون از کی در میاد؟ از مسافرین در میاد. ولی خب میدونیم همه ما تو اروپا ماجرای تیپ دادن نیست، و تو اروپا وقتی میرن میشینن مثل اینجا بخور برو بیرون نیست، ساعتها میشینن با هم صحبت میکنن، گفتگو میکنن. یادم چند سال پیش این آقای حقا قرار داشتیم، گفت من میرم نهار میخورم و میام. ما مثل آمریکا فکر کردیم حالا نیم ساعت میره، یه ساعت میره. بعد از 4 ساعت گفتیم آقا چی شد؟ بعد از نهارم خوابیدی؟ گفت نه آقا اینجا که مثل آمریکا نیست، اینجا وقتی میری نهار میشینی حرف میزنی، کافی میخوری فلان نه. گفتم خب پس یه میز همون یه بار، اینجا یه میز چند بار تا به اصطلاح وقت نهار یا وقت شام میچرخه که اینا بتونن پول در بیارن. ولی گویا اروپا اینجوری نیست. خود منم بودم، ولی تو اروپا وقتی من بودم خیلی رستوران نمیرفتم، نمیتونستیم مثلا افورد کنیم، یعنی برامون قابل پرداخت و قابل تحمل از لحاظ قیمت نبود. اینم از این. و ببینیم آقای فرخ سپهر احیانا میخواد بگه که برنامه ما از فیسبوک پخش نمیشه، اگه اونو میخواد بگه میدونم فرخ جان، اشکالش نمیدونم چی. باور کنید ساعت 12 سیستما رو خاموش روشن کردم، همه چیز کار میکرد، و این تصویری که شما میبینید الان مثل یه فیلتر جلوشه، اینقدر شارپ کلیر بود که این موهای انگشت من رو نشون میداد. یه دفعه اینجوری شد نمیدون، من رفتم دوش گرفتم آمدم مثل که این آب ریختن روی سیستم. ببینیم آقای فرخ سپهرار چی میگه. Not now. بله. الو پاسه عزیز، سلام، فرخ هستم. امروز چهارشنبه است، معمولا ساعت 2 برنامه داری، ولی من نه تو فیسبوک میتونم ببینم نه تو یوتیوب. نمیدونم آیا اشکالی پیش اومده یا بله. خیلی ممنون. نه برنامه داریم، حالا احیانا تا این صدای برنامه 75مین دوستمون رو هم پخش کنیم، بعد میذارم روی یوتیوب، میذارم روی فیسبوک. و با وجودی که تقصیر من نبوده یا نمیدونم اصلا اشکال چیه، ولی ازتون عذر میخوام،
چرا عذر میخوام؟ چون بالاخره شما لطف کردید، آمدید، نشستید، منتظرید و برنامه نیست. ولی آیا تقصیر منه؟ نه، فیسبوک و یوتیوب احیانا اون قسمت ویدیو استریمینگشون به اصطلاح کارشون درست نیست، یه اشکالی پیش آمده. میگم شما برو پیپل، هر از گاهی مینویسه ما امشب از ساعت 2 برنامه نداریم، یعنی ارتباطمون برقرار نیست، نمیتونیم کار کنیم، داریم دستگاهمون رو درست میکنیم. اینا هم بالاخره باید یادم، این آقای کی بود خدایا، آقای صبری حسن پور، هر جا هست انشالله سلامت باشه، میگو که سهر جان من یه سیستمی میخوام که 100% مطمئن باشه. گفتم آقا شما مطمئنی از خونه که میری بیرون 100% برمیگردی؟ شما میدونستی یکی از دلایلی که مردم وقتی خداحافظی میکنن همدیگر رو میبوسن اینه که یعنی دیگه من شاد رفتم بر نگشتم، مرا ببوس برای آخرین بار ممکنه باشه، اگر برگشت انقدر خوشحاله که دوباره بوس میکنه. پس این دلیل بوسیدن در موقع خداحافظی اینه، دلیل بوسیدن هم در موقع دیدن هم دیگه اینه که خوشحالم که هر دو زنده هستیم همدیگر رو میبینیم. گفتم آقای صبری همچین چیزی، آقای حسنپور همچین چیزی وجود نداره؟ گفت نه آقا اینها تو هلند ایشون یا دانمارک، هلند، اینها اینجا سرویس به من میدن. گفتیم بفرما. رفت پول یه دو مارم ازش گرفتن، یه دو هفته که بود زنگ زد گفت آقا صد رحمت به سرویس شما، اینا که هر روز قطعه. گفتم خب اب نداره، جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند، شکست استخوان داند بهای مومیایی رو. شما بعضی وقتا باید بری یه جای بدتر، من و شما باید این ترامپ بدتر میومد تا قدر حتی همون جورج بوش رو هم بفهمیم. این ذات بشر هست. مرسی، متشکرم. اتفاقا آقای فرخ برای من یک نواری فرستاده بود، صدا خیلی بده آقا فرخ، یه دوتا میکروفون، من یه سیستم برات نوشتم که اگه میخوای بهت بدم و نیومدی. یک خانم آمریکایی اومد خرید اون سیستم رو $75، خیلی سیستم خوبی بود با وجودی که ویندوز XP قدیمی و اینها بود، ولی سرعتش از این کامپیوترهای جدید ویندوز 10 و ویندوز 8 بالاتر. خود خانمه و همسرش وقتی امتحان کردن برای من نوشت که من از شما تشکر میکنم، این دستگاهی که من دادی از دستگاه جدیدمون بهتر. و اومده بود خریده بودش برای که یه برنامه کهنه ای داشت که روی کامپیوترهای جدید کار نمیکرد، و من اینو برای چیز فرستادم. شما اگه میخوای برنامه بذاری باید صدا، تصویر، اینها یه جوری بهتر از معمولی باشه. خب و اما نتیجه کار آخوندها، این دوستونم چندین اگر از وضع و روان انسان اطلاع داشتن اوضاع به اینجا نمی رسید. ببینیم این چی برامون فرستاده، نتیجه کار آخوندها، بعدم میریم سراغ. آها نه بابا، این نشستن یه مشتی خلوچلی کتاب آتیش میزنن و قرآن آتیش میزنن، اینا فایدهش چی؟ شما این قرآن رو رفتی خریدی؟ اگه نداشتی رفتی خریدی، پولش تو جیب کی میره؟ بعد میشینی آتیش میزن، بعد حالا فیلم میفرسی برای یکی دیگه، خب اونم آتیش بزن، چی میشه اصلا؟ این جنبش آتش زدن قرآن، یا به قول آقای امید دا امید امیدوار شاشیدن به قرآن، خب این همه شاشیدید چی شد؟ این همه آتیش زدید چی شد؟ این جای تأسفه که دانشمند ما، فرهیخته ما احمد کسروی کتاب میسوزونه، کتاب حافظ و اینا رو میسوزون، این فعالای دوزاری ما هم قرآن میسوزونن، کتابای دیگر رو میسوزن. کتاب رو نباید سوزون، بذارید. اتفاقا اگه یه اشکالی داره بیشتر به مردم بدید، بگید بیا بخون، دورش هم خط بکش ببین این چی نوشته. من بارها میگم اگر شاه یک مقدار دانا بود، یکم دانا بود، توضیح مسائل آخوندها رو شب تا شب میآوردن توی تلویزیون به مردم میگفتن، مسخره میکردن، مردم میخندیدن، هم مردم میخندیدن هم به اصطلاح مردم آخوندها رو میشناختن که اینجوری
نرن بیفتن توی دامشون. ساعت 3:01 شد، اجازه بدید من برم سراغ پیام این دوستمون از خلیج فارس، با هم این رو گوش میکنیم. هر جا میشون گفت عکس، ما اون عکس رو نشون میدیم. در ضمن شما میتونید با این تلفن 202-695-2573 با تلویزیون مردم تماس بگیرید، 3 دقیقه پیام بذارید. یادم اون وقتا داور میگفت شما 3 دقیقه از ما طلب دارید. نه آقا، نه هیچ کس طلب داره، نه هیچ کس بدهکاره. این وقتی ما میایم اینجا صحبت میکنیم، نظرمون رو میگیم، به مردم میگیم باید نظرات گفته بشه، از اون ور باید امکاناتی رو به مردم بدیم تا اونام نظراتشون رو بگن. ما این امکانات رو دادیم، گذاشتیم، ایمیل، فیسبوک، پیامگیر. اگه اونا استفاده نمیکنن تقصیر خودشونه. با هم بریم خلیج فارس، عقل بشر، شماره 75. سلامی اندیشمند، همراه گفتار امروز تقدیم شما. تا با هم بفکریم و به آنچه در بیشعوری من کاشتن بیشتر آشنا شویم. در گفتارهای گذشته تاریخ 2 شهر مقدس مدینه و مکه و مراسم زیارت حج و حج عمره را شرحیدم. در این گفتار به مکه پرداخته و تاریخ و برخی از حوادث اتفاق افتاده در کعبه و مکه را برایتون بازگو می کنم. در آیه شماره 9 سوره الحجر در قرآن آمده است: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. در این آیه کلمه الذکر به قرآن تفسیر شده و معنی این متن محکم و تأکید کننده این است که خداوند می فرماید ما قرآن را فرود آورده و آن را حفاظت می کنیم. خداوند که قرآنش را حفظ می نماید، حتما خانهش را بهتر یا به همان شکل حفظ و نگهداری می کند. با هم تاریخ این خانه را مرور می نماییم. کعبه نامی از مکعب است که به علت شکل ساختمانش به آن داده شده. این کعبه که خانه خدا شناخته شده و توسط حضرت آدم در میان صحن مسجد الحرام در شهر مکه بنا شده، بارها به علت طبیعی و سیل و آتش سوزی منهدم گشته. این ساختمان را مرکز دنیا می دانند که همه چیز از آن آغاز شده است. بنابرای دستور خلیفه مسلمانان و امیر مؤمنین زمان در سال 64 هجری، یزید پسر معاویه برای جنگ با عبدالله ابن زبیر مدعی خلافت به سوی مکه ارتش کشی رفت و کعبه را خراب و منهدم نمود. ارتش یزید در میان 2 کوه نزدیک به کعبه جمع شده و به سوی خانه خدا و مسجد الحرام که رقیب خلیفه در آن سنگر کرده بود، با منجنیق سنگ پرتاب کرده و آن را به زمین کوفتند. منجنیق وسیله شبیه تیرکمان که سنگ های بزرگ به هدف پرتاب می کند و در زمان خودش مانند توپ امروز فعال بود. کعبه را از نو ساختند. کمی طول نکشید که سرکشی در مکه آغاز شد. عبدالملک ابن مروان خلیفه اموی رهبر مسلمانان که تاکنون هنگام یاد بردن نامش برایشان دعا می کنند، ارتشی بزرگ به فرماندهی حجاج ثقفی به آنجا فرستاد. او هم با منجنیق کعبه را خراب کرد و به آتش کشید. سومین بار توسط ابو طاهر قرمطی کعبه منهدم شد و زنگ سیاه را با خود به شرق شبه جزیره عرب برد و در گفتاری جریانش را وصفی دهم. عکس شماره 1 لطفا. بعدها به علت فرسودگی کعبه خراب شد و در دوران سلطان احمد اول پادشاه عثمانی و سپس سلطان مراد چهارم به شکل و حجم کنونی ساخته شد. در دوران نو و نخست آل سعود کعبه را کاملا تجدید بنا کردند. این عکس شماره 1 این نوسازی را نشان می دهد. عکس های شماره 2 تا 13. برای معنی نام مکه بیش از 30 شهر آورده اند. این شهر و مناطق اطرافش رو چندین هزار سال قبل از اسلام فرماندهان آرامی آن زمان نام نهاده اند. مکه در این زبان دشت یا زمین گود معنی می دهد که اطرافش را کوه محاصره کرده
و در آن چشمه آب یافت می شود. به سبب همین موقعیت مکه و کعبه جای جمع شدن سیل بوده است. قبل از اسلام، 5 سال قبل از نبوت پیامبر اسلام، سیلی اتفاق افتاد. قبل از آن آتش سوزی بود و آن را خراب کرده و سیل همه چیز را از بین برد. سیل بعدی که در تاریخ آمده در زمان خلیفه اموی ولید ابن عبدالملک در سال 91 هجری اتفاق افتاد. سیل‌های بسیاری در آنجا رخ دادند، ولی سیل سال 1029 هجری بسیار شدید بود و همه چیز را در آب غرق کرد. کتاب‌های نگهداری شده در کعبه از بین رفتند و چیزی از ساختمانش باقی نماند. علی‌رغم پیشگیری‌های هندسی نوین، این سیل‌ها تا کنون نیز در مسجد الحرام و شهر مکه اتفاق افتاده و آن را غرق می‌کند. در این عکس‌ها سیل زدگی مسجد الحرام و شهر مکه را در یک قرن اخیر می‌بینید. آتش سوزی بیش از یک بار کعبه را از بین برده. قبل از اسلام زنی در کعبه بخور تهیه کرده بود. آتشش شعله ور شد و همه آن را سوزاند. در دورانهای بعد این آتش سوزی بارها اتفاق افتاده. ناگفته نماند که این کعبه و مسجدش قبل از اسلام مرکز حج بود. قبیله های اطراف مکه در شهر ذوالحجه به آنجا سفر کرده و مراسمی برپا می کردن. آخرین متصدی این مراسم قبل از اسلام عبدالمطلب جد پیامبر بود که به علت این مقام از نفوذ و ثروت برخوردار بود. بنابر مقررات اسلام نباید در مسجد الحرام خطا کرد و همه ناروایی ها در آن حرام است. با این حال مکان به وقوع افتادن جنگ ها بوده. اگر قبل از اسلام را فراموش کنیم به بعد از اسلام و تا حال می پردازیم. پس از فتح مکه توسط مسلمانان در این مسجد جنگ اتفاق افتاد، ولی خونریزی نشد، زیرا پیروزمندان مسلمان به مردم امان دادند و آنان در خانه ابو سفیان جمع شدند. اما در دوران امویها همانطور که گفتیم پس از پیروزی نیروهای خلیفه به داخل مسجد رفته و مدافعین آن را سر بریدند. حوادث دیگری که در مسجد الحرام و مکه اتفاق افتاد در حمله قرامته بود که کشتار حجاج با شعار تصحیح اسلام اتفاقی شد. در دوران جدید و هنگام تأسیس عربستان یک حاجی ایرانی به عفونت یا مدفوع خالی کردن در کنار کعبه متهم گشت و فورا سرش را بریدند. این حادثه رابط ایران با عربستان را وخیم نمود. بعدها معلوم شد که یک حاج هندی که دال خوراک عدس معروف هندی خورده در آنجا استفراغ کرده بود. مشهورترین حادثه و کشتار در مسجد الحرام در روز اول سال هجری سال 1400 یعنی آغاز قرن نوین هجری در که مصادف است با 20 نوامبر سال 1979 در دوران پادشاهی ملک خالد اتفاق افتاد. در حدود 200 تن از متعصبین با گود کردن یک تونل به داخل مسجد الحرام راه یافتند و در آن مستقر شده و حجاج عمره را گروگان گرفتند. ادعای ظهور صاحب الزمان و اجرای پیشبینی های آخرت را می کردن. دو روز بعد نیروهای ضربه‌ای فرانسوی در مسجد الحرام با هلیکوپتر فرو آمده و آنان را از بین بردند. تعدادی از حجاج و نگهبانان و در جریان آزاد کردن مسجد الحرام کشته شدند. عکس 14. حادثه های معاصر کشتار نزدیک به 500 نفر از حجاج ایرانی شرکت کننده در مراسم حج پس از انقلاب بود که با تظاهرات و شعار علیه آمریکا و آل سعود به خیابان ها ریختند. ارتش عربستان به آنها حمله نمود. آقای مرتضی موسوی رئیس اداره سوم سواک و مسئول ضد جاسوسی که پس از انقلاب هم در این مقام مشغول به کار بود در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا اعتراف کرد پس از انقلاب برای مأموریت به دبی رفته بود. از آنجا به طور محرمانه به ریاض سفر کرده و مقامات عربستان را مطلع می نماید که حجاج ایرانی در مراسم حج آن سال قصد دارند با تظاهرات و شروع کردن مسجد الحرام را اشغال و آن را به تصرف درآورند. در صورتی که ادعای اشغال و تصرف مسجد الحرام درست باشد، این طرح نشان دهنده سادگی مرد و فکر طراحان این نقشه را نشان می دهد که از اوضاع و احوال به طرز اداره مراسم حج اطلاعی نداشتند تا چنین طرح مزخرفی را عملی سازند. با نفهمیشان خون هموطنان را در مکه به سادگی و بیهودگی ریختند. اگر توطئه و نقشه ای نبوده
افشا کننده آن باید جلو آمده صحت ادعایش و سودمند بودن اخطار به مقامات عربستان را خود ثابت کند. حادثه 3 سال پیش هم که موجب از بین رفتن حجاج در مراسم راه روی سوی شیطان و سنگ فرانی اتفاق افتاد، چند صد ایرانی و دیگر مسلمانان دیگر کشورها را قربانی کرد. همیشه از خود این سؤال را کردم: خداوندی که عادل و آگاه است، چرا جاهایی از این کره را مقدس کرده؟ این قدسیت از کجا آغاز شده و تا کی ادامه خواهد داشت؟ خدایی را که در همه جا هست، چرا ما باید در جاهای مقدس بیابیم؟ خدای عادل چرا در میان انسانها و جاها اینقدر تبعیض قائل شده؟ این سوالها علتش همان بیماری چه است که امیدوارم هیچ کدام از شما به آن مبتلا نشده و زندگی محدود را همیشه با تندرستی و شادی به سر ببرید. ممنون از ایشون و ممنون از شماها که گوش کردید برنامه رو. اگر سوالی دارید بپرسید، در برنامه های آینده ایشون پاسخ میده. اگر نظری دارید مطرح کنید، نظرات شما رو برای ایشون ارسال میکنیم. خب دوستان عزیز، ساعت 3:12 است و بذارید این شب دوره همی رو که به همت آقای فرزاد شبستری و دوستان دیگه الان چندین مدت هست که اجرا میشه و من دو بار وقت داشتم، گفتم ما ویکندا متاسفانه برنامه های کاریمون بعض وقتا اجازه نمیده این برنامه های ایرانی رو بریم و اینها، ولی الان کمتر کار میکنم، کمتر پول میسازم، بیشتر با این دوستان میتونم خوش باشم. تا میتونید خوش باشید دوستان. میگه که برای خرج کردن و کمک کردن فکر کنید که فردا میمیرید و از دنیا میرید، و برای کار کردن فکر کنید که همیشه زنده هستید. کار کنید، ولی بعد بینید خب فردا اگه رفتم این پول میخوام چیکار کنم، خرجش کنم. شب دوره همی همراه با موسیقی و تنقلات، خنده، شادی و بازی، تخته، حک و رامی، پاشین بیاین، خوش میگذره. فرایدی نوامبر 9 امروز، پس فردا میشه، امروز 7 میشه جمعه، 2 دیگه. من اگر همین جوری که امروز هست باشه میرم و شما هم اگه دوست دارید بیاین. اصرار میکنن و ازتون خواهش میکنن که بلیت رو روی اینترنت بخرید، ولی برای من جالبه که وقت آدرس اینترنتش رو روی این آگهی نمیذارن. بهتون گفتم سالها پیش رفتم یه روزنامه ایرانیان برداشتم، یه کنسرت بود، نه محلش نوشته بود نه ساعت و روز و ایناش نوشته بود. گفتم خب بعض وقتا این اتفاق میفته، هنوز مشخص نشده، ولی اینا 1-2 قبل پروموت میکنن که مثلا ابی داره میاد یا گوگوش داره میاد. زنگ زدم با آقای مختار، گفتم که آقای مختار، یا دیدم ایشون رو تو کانون، گفتم آقا اینجوری. گفت والا مثل که هفته آینده است، ولی اینا نفرستادن، ما وقتی میاد. یک کم تعجب کردم، بالاخره باید شماها دقت کنید نوشته اونو و میبینید حتی آمریکا که اینجا برای پول همه کاری انجام میدن، آگهی به اصطلاح نژاد پرستانه ترامپ و وایت هاوس و اینها رو سی ان ان گفته مردشور پولتونو ببرن، من نمیخوام. بعدشم ان بی سی مثل که گفته بود، بعدم بالاخره فاکس. ببینید این چه موجود کثیفیه که حتی فاکس دیگه ول کرده. یه خلبانی بود که هواپیماشو روی رودخانه نیویورک آورد پایین و همه سال قهرمان شد و اینها. صحبتای اینو گوش کنید ببینید چی میگه، و میگه موقعیت خیلی خطرناکه. میگه این شامورتی بازیای اینو دست کم نگیرید، باید اونایی که کاردان هستن یک کاری انجام بدن و ملت آمریکا، مردم دنیا رو از این جرثومه فسادی که افتاده الان اینجوری سایه شومش رو سرشون نجات بدن، چون این فقط یه عده بی سواد و بدبخت دنبالش هستن.
و جالب اینجاست که برای اونا هم کاری انجام نداد. اگر انجام داده بود اون تکس ریفورم اولی کمکشون میکرد، ولی چون کمکشون نکرد این دفعه به دروغ باز بهشون گفت که شما بیان رأی بدید به من این بار درستش میکنیم، و اصلا این تو فکرش نمی گنجه که به دیگران کمک کنه. این اگه آتش سوزی بشه، دیدید دیگه پسرش همراهشه داره بارون میاد، چتر رو میگیره رو سر خودش که موهاش خراب نشه، ای مردشور این موهات رو ببره. که اون روز آقای خلوتی بود، یکی از دوستان گفت آقا این اکستنشنه، اکستنشن میدونید که شما میتونی بری مو ببافی به موی خودت، یا مو بچسبونن به خانم‌ها الان این کارو میکنن، مو دارن اینقدر یه دفعه میبینی موهاش شده مثل کی بوده این مو مینداخته پایین دوستش میواده بالا، این داستان چیزم هست رومئو و جولیت یکی از اینا فکر کنم بوده. در هر صورت اینم از این ماجرا، امیدوارم یه اتفاقی بیفته این ژانویه، به اصطلاح دموکرات‌ها که میان دنبال اون استیزا یا ایمپیچمنت این ترامپ رو بگیرن ناگفته نمونه. اینا هم الان تا میان احتمالاً از اون کسایی که مثل بمب گذاری که بمب فرستاد 14 تا بمب احتمالاً برای اینا تهدید و اینا که اگه این کارو کردین اینا که جا میزنن، میگه ما که دیگه الان انتخاب شدیم، چرا جونمونو به خطر بندازیم. و اما بعد از ماجرای خاشقچی و سفارت عربستان و اون بالا آمدن گندش، گندتر از اون نوریزاده که گفت نه آقا مگه میشه این دست ایران بوده و اینا، بعد از اون که حالا باز اومده دیگه، این عکس رو قبلا هم من نشون دادم، میگن این خر نمیره اینجا، فکر میکنه این خونه عربستان، خونه سفارت عربستان سعودیه. میگه ما به چه زبانی به این بگیم که بابا این سفارت چیز نیست، این سفارت عربستان نیست. اینم از این ماجرا. ببینم بیمارستان مغز و اعصاب، من اینو برای شما نشون بدم، با وجودی که گفته بودم 90 دقیقه با شما خواهم بود، ولی چون پخش نمیشه روی فیسبوک و یوتیوب، همون بعد از این فیلم از شما خداحافظی کنیم تا جمعه باز با شما باشیم. به زودی اون دوستانی رو که قرار بیان برنامه های خودشون رو داشته باشن معرفی میکنیم، و خیلی ممنون. اتفاقا دوستمون گفت شما تماس بگی، گفتم نه من اینجا فقط کارهای فنی رو انجام میدم و شماها مدیریت کنید، شما تهیه کننده برنامه باشید، من اینجا حالا اگه میخواین مجری، اگه نمیخواین اصلا مجری هم نباشم، شما یکیتون از این فیسبوک، یکیتون از اسکایپ یا اسکایپ به صورت کنفرانس تماس بگیرید، من اینجا فقط وصل میکنم و نشون میدم. اینو ببینید، این خیلی جالب، راجع به بیمارستان قلبی هست که گویا قراره در ایران باز کنن یا یه جایش درست شده. فکر کنم این فعلا این فیلم هم مثل فیلمی که دوستمون فرستاده بود، گفتم این فیلم کامپیوتری هست و اینو به عنوان ماکت مثلا درست کردن، تهیه کردن تا بعد از روی این بسازن، و این روزا هم دیگه عین خودمون ساخته میشه، هیچ فرقی هم نداره. با هم ببینیم. سلام، آیا میدونید بزرگترین بیمارستان مغز و اعصاب جهان که وسعتش دو برابر نمونه های مشابهش در هانوفر آلمان و حتی در چین کجاست؟ چه شکله و توسط چه گروهی در حال ساخته شدنه؟ شاید براتون جالب باشه بدونید این مرکز در کشور عزیزمون ایران قرار داره، و جالبتر این که نه توسط دولت بلکه به همت یک مؤسسه خیریه به نام متوسلین به امام رضا علیه السلام در تهران در حال ساخته شده.
اما فکر ساخت این پروژه جهانی اولین بار کی و توسط چه کسانی مطرح شد؟ ایده ساخت این بیمارستان در سال 88 توسط پروفسور سمیعی با دکتر قالیباف در میان گذاشته شد. این پروژه بزرگ در زمینی به مساحت 7 هکتار و زیربنای 94 هزار متر مربع طراحی شده که علاوه بر ساختمان اصلی 11 طبقه‌ای که به شکل مغز انسانه، ساختمان پلی‌کلینیک و موزه رو هم در خودش جای داد. جالبه بدونه که این مرکز دارای 14 اتاق عمل پیشرفته است که از میان اونها 4 اتاق عمل مجهز به MRI که امکان اسکن بیمار حین جراحی رو فراهم میکنه. از این مجموعه اتاقهای تخصصی یک اتاق برای عمل هیبرید مجهز به دستگاه آنژیوگرافی، 2 اتاق عمل برای جراحی ستون فقرات و 5 اتاق عمل برای سایر جراحی ها در نظر گرفته شده. از امکانات دیگر این بیمارستان فوق تخصصی 56 تخت ICU مغز و اعصاب، 16 تخت پست ICU و 255 تخت بستری عادی، 24 تخت سرپایی اورژانس و 20 تخت برای بستری کردن نوزادان و کودکان در نظر گرفته شده. بخش تصویربرداری تشخیصی بیمارستان کاملترین مرکز تشخیصی کشور که صرف نظر از تجهیزات تشخیصی پورتابل شامل سی آرم و رادیولوژی و سونوگرافی پورتابل شامل این امکانات نیز هست. دستگاه‌های MRI 1.5 و 3 تسلا با امکانات تخصصی رادیوتراپی MRRT، دستگاه CT اسکن 256 اسلایز اسپکترال CT، دستگاه فلوروسکوپی رادیولوژی دیجیتال، دستگاه آنژیوگرافی سختی پریفرال. خب من فکر نمی کنم اونایی که مثل من وارد نیستن این دستگاه ها شماره شون مدلشون براشون مهم باشه، ولی مهم این بود که این همون دکتر سمیعیه که بهش فحش میدن که آخوندی رفته فلانجا این عملش کرده و اینها، ولی از این و این وقتی یه برنامه به اصطلاح اینجوری درست میشه که کمک میکنه به مردم، حالا اسمش هم نمیدونم متوسلان به امام رضا و فلان، من کاری ندارم. این خوبه که یه دکتری که خارج هست برگرده اون حمیتش، اون وجدان و مسئولیتی که داره نسبت به کشورش، بگه من بیام یه قدم خیر بردارم. حالا این 19 هزار متر مربع مساحت داره، چند تا اتاق جراحی داره، چه دستگاهایی دارن اینها، خب احتمالاً جدیدترین دستگاه ها رو میارن. کسی که نمیگه بیمارستان جدید بسازه توش وسایل کهنه بیاره. اینم از این ماجرا. امیدواریم که موفق باشن، درست بشه، ساخته بشه، مردم مجبور نشن برای هر عملی هی بلندشن بیان خارج. این ماجراهای دلار اینجوری شنیدم دیروز اول دلار اومده پایین وقتی که انتخابات اینجوری شده، بعد دوباره رفته بالا شده 15,000 تومان و اون یورو هم شده 17,000 تومان. اینو تو خبرها نوشته بود، اگه بتونم براتون پیدا میکنم. در هر صورت اینم از این ماجرا. خبرهای خوب بعض وقتا ما هم خوشحال میشیم، باید برای شما هم بذاریم، همش خبرهای بد رو پخش نکنیم. و اما ببینیم دیگه چی گذاشتیم در این توبره برنامه لایو. توبره چی بود؟ این چیزی بود که آویزون کردم مثل کیفای Not a joke. Do we know our president? بله، آقای ماز جبرانی داره میاد اینجا 16 هم. قرار بود ویدیوی تبلیغشون رو برای من بفرستن، تا امروز نفرستادن. البته ایشون ماشاءالله با اون کندی سنتر و اینا اصلا احتیاجی نداره، خود دفتر کندی سنتر و تبلیغاتش و اینا کافیه، ولی همیشه هوای چیزها رو داشته به اصطلاح رسانه های ایرانی. من از این بابت ممنونم. حالا در باره یک آقایی که حیف اسم آقا، این مردک مال فلوریدا هست، اسمش هست گرام، نماینده مجلسه، الان هم منتظره که انتخابات که انجام شد ترامپ این دادستان کل کشور رو اخراج کنه و این بشه دادستان کل کشور.
این کسیه که وقتی ترامپ داشت فعالیت میکرد سال 2015 اوایل 2016 به ترامپ فوش داد، گفت این بچه فلان، حالا میگه این بچه فلان هست، بچه فلان خودمونه. باورتون میشه؟ مثل این مردی که عقب افتاده تد کروز که برنده شد، ترامپ به زن این بی احترامی کرد، به خودش میگه تد دروغگو، به پدر این که مرده و رفته بی احترامی کرد. ولی اینا برای انتخابات ببخشیدا زنشون هم به اون طرف میدن، همون ماجرایی که توی ایران هم برای برنامه شاه و دربار بود. این یک برنامه رو تهیه کرده آقای ماز جبرانی، وقتی که این مردک یه خانمی اینجا رفت آزمایش دی ان ای و معلوم شد که یه مقداری به اصطلاح ژن نیتیو امریکن، این بومیان اینجا داخلش هست. و ترامپ که گفته بود من 1,000,000 دلار میدم، شرط بندی کرده بود، مثل همیشه دروغ گفت و نداد. ولی اون مردک به جای این که بیاد به ترامپ بگه این پول قول دادی بده، برای چریتی هم هست، برای خیری هست، گفت که این آزمایش ها فایده نداره، اگه آزمایش کنن اصلا ممکنه فردا بگن تو هم یه قسمت ایرانیه. و اینو به یه جور بدی گفت، یعنی ایرانی ها رو پود داون کرد. حالا ببینید آقای ماز جبران، ایرانی ها خیلی برگشتن بهش چیز کردن و به اصطلاح ایراد گرفتن و مجبورش کردن که حرفش رو پس بگیره و اینها، ولی اینا از رو نمیرن، اینا یک آدمای پررو و چی بگن. این کجا گذاشتم آقای ماز جبرانی؟ اینه، بذارید این تنظیم کنم براتون روی صفحه. اینجا ماز جبرانی، این بشنویم با هم. Hi there, it's coming to my attention that Senator Lindsey Graham was on a Fox and Friends show and he said that if he took a DNA test he would be, quote, probably Iranian and that would be like terrible, end quote. Well, Senator Lindsey Graham, as an Iranian-American, I want to send you a message from all Iranians and I think it's best if I do it in Persian or Farsi. Hey, Lindsey, خاک تو سرت. That means dirt on your head. احمق گاو. That means you dumb cow. Even though he's not really big. Still, احمق گاو. خاک تو سرد احمق گاو. پیره مرد اکبیری. پیره مرد means old. اکبیری, I don't know what it means. But anyway, you're an old cow and we're going to throw dirt on your head. You dumb dumb. خاک تو سرد. پیره مرد اکبیری. Lindsey, you should be proud to be Iranian. We had an empire. خب دوستان عزیز، این هم پیام ماز جبرانی به لینزی گرام. گفتم آره اسمش این لینزی گرام. منتظره که بشه دادستان کل کشور آمریکا و اینم یه موجود پلیدی هست. اصلا تا پلید نباشن تو دستگاه نمیان، اگرم نباشن بیان بعدن پلید میشن. اجازه بدید ما همینجا با شما خداحافظی کنیم، اوقات خوبی براتون آرزو کنیم، با امید دیدارتون روز جمعه ساعت 2 بعد از ظهر و ممکنه جمعه ساعت 4 بعد از ظهر هم اون برنامه‌ای که بهتون گفتم داشته باشیم با دوستان که داریم تدارک میبینیم، بیان برنامه‌هاشون رو اجرا کنن. و ما در این 15 سالی که تلویزیون 2006 تا حالا 2003 تا حالا 15 سالی که تلویزیون مردم به اصطلاح از پیدایش و از تأسیسش میگذره نشون دادیم که با همه میتونیم کار کنیم، صحبت‌های همه رو میتونیم گوش بدیم، این حق رو هم برای خودمون رعایت میکنیم که نظرات خودمون رو هم بگیم. حالا اگه اونها نمیتونن تحمل کنن اون بمانه. این آقای یزدان خدابندلو، خب من فکر کردم انسان شریفی هست، امیدوارم هنوزم شرافتش رو حفظ کنه و برگرده بنویسه که اشتباه کرد اون نوشتش. و یک نوشته ای رو وقتی که راجب سجده برای کوروش بوده و سجده برای کعبه بوده،
اون خانمی که گذاشته بود و نوشته بود، منم اون نوشته رو گذاشتم. بعد ایشون شروع کرده به یه حالت تهدید و حمله و تعجب میکنم کسی که این همه سال در آلمان زندگی کرده هنوز تهدید و حمله و پرخاش و تهمت و اینها. و من براش نوشتم که میخواستم اینو تو صفحه عمومی بنویسم، ولی به خاطر احترامی که بهتون گذاشتم تو صفحه خصوصی گفتم، امیدوارم به خودتون بیاین که اگه نیاین اون وقت ما هم تو صفحه عمومی و تو تلویزیون و روی میز تشریح درازتون میکنیم. دیگه خبری نشد، احیانا فهمیده که اشتباه کرد. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، دیگران را هم تشویق کنید که در این تلویزیون برنامه داشته باشن. اگر برنامه هایی را میبینید که خوب هستن به ما هم خبر بدید تا ما اینو ببندیم بیایم اونجا، یا اینکه اونا رو هم تو این تلویزیون نشون بدید. هیچ کس شما رو مجبور نمیکنه برنامه‌های بد رو ببینید، ولی برنامه‌هایی رو که باهاشون مخالفید اگه ببینید هم برای مغزتون خوبه هم برای آگاهیتون خوبه. اینجوری نیست که فقط برنامه‌هایی رو که موافقین به به چه چه گوش کنید، بعد به قول آمریکایی‌ها میگن happily ever after، بعدم به سلامتی زندگی کنید. اون خوب نیست، اون مغزتون رو هر روز کوچیک و کوچیک میان آب میره. دیده بودید وقتا پارچه رو میشستن آب میرفت؟ اتفاقا بد نیست، وقتی آب میره میگن این بافتاش نزدیک هم میشه محکم میشه. خب به خاطر همین توی ایران وقتا قالیا رو هر یه سال میشستن، هم به خاطر این بود که خیلی خاک و کثیف بود، هم وقتی میشستن دوام اون فرش بیشتر بود چون پود نمیشد دوباره این چیزاش الیافش یا اون پشم با هم بسته میشد. خب امیدوارم شما هم با دوستانتون بسته و پیوسته باشید حتی اگه باشون مخالفید. خبر خوب این که جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. روز روزگار بر شما خوش.